روز گذشته اعلام شد پخش سریال میخواهم زنده بمانم با درخواست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی متوقف شده و قسمت 15 آن پخش نخواهد شد. در این اطلاعیه آمده بود که رایزنی ها برای رفع ابهامات در حال انجام است. این موضوع اما در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. همکارم نوشین خانی اینجاست و از این واکنش ها به ما بگه. نوشین، دقیقاً چه واکنش هایی در پیداش توقف این سریال؟ اول اینو بهت بگم که فرهناز، از طرف طرفدارای این سریال خیلی این اتفاق مورد انتقاده و اینکه کاربرها هم خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن. چهره‌های سینمایی، سازمان سینمایی، بعضی از سریال‌کنندگان سینمایی حتی واکنش داشتن. سازمان سینمایی گفته که ما هیچ دخل و تصرفی توی این اتفاق نداشتیم و ما کارمون حمایت، نه اینکه بخوایم ارشاد کنیم. مهمترین چیزی که کاربرها بهش اشاره میکنن اینه که این داستان سریال میخواهم زنده بمانم خیلی واقعیه و چون واقعیه طاقت دیدنش رو ندارن و حالا دارن حذفش میکنن، که در نهایت حالا جزئیات دیگه هم داره که من توی این بخش مرورشون میکنم. توقف پخش سریال میخواهم زنده بمانم و جمع‌آوری نسخه‌های اینترنتی اون به درخواست نیروی انتظامی ناجا شخصیت پردازی و داستان این سریال شبکه خانگی رو به مخدوش کردن چهره کمیته‌های انقلاب و نیروی انتظامی متهم و پخش این سریال رو به تغییر داستان سریال مشروط کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی و طرفداران این سریال به شدت به این موضوع واکنش نشون دادن و از توقف پخش اون انتقاد کردند. یک کاربر نوشته متاسفانه کمیته های دهه 60 خودشون بزرگترین توهین به انسانیت و ملت ایران بودن. کاربر دیگه هم میگه چطور میشه سریالی که برای پخش تمام مجوزهای لازم رو میگیره به یک باره متوقف میشه. این کاربر در انتها میگه یک پارچگی در نظام موج میزنه، زین پس سناریو رو به تک تک آقایون بدین تا بخونن. خیلی از کاربرها معتقدن که داستان این سریال عین واقعیت و دلیل توقیفش هم همینه. یکی از این کاربرها نوشته سریال رو ندیدم، اما دورانی که کمیته ها تو خیابونای شهر جلو میدادن رو دیدم. مطمئنم کمیته‌ای که ماموراش به دلایل واهی به مردم گیر میدادن و باعث وحشت عمومی بودن رو نباید بهش جنبه تقدس داد. بعضی از کاربرها از اینکه سریالی به درخواست نیروی انتظامی متوقف میشه بسیار متعجب هستند. مصطفی قاسمیان، روزنامه نگار سینما و تلویزیون، میگه ما چقدر پرت بودیم که فکر میکردیم دو نهاد ارشاد و ساترا برای اعمال اصلاحات کافی و بلکه زیاده. نگو شورای پروانه نمایش، شعبه ناجا شعب دیگر رو قبول نداره. بعضی کاربرها میگن که محدودیت و سانسور باعث خلاقیت هم میشه. کاربری نوشته اصلا جای افتخار نداره، اما همین ممیزی باعث خلاقیت بیشتر کارگردانها در انتقال پیامهاشون شده که بعضن عاشقانه یا شهوت‌آمیز بودن. اما جان کلامم اینه که برخلاف گذشته دیگه بیتابی نمی کنم که چرا سریالی مثل میخواهم زنده بمانم دوچار گیر و گرفتاری های این چنین شده. مصطفی کیایی، کارگردان، هم نوشته روزی که به هر دلیلی پخش شبکه نمایش خانگی و نظارت بر اون زیر نظر ساترا و صدا و سیما رفت، میشد حد زد با شکایت هر ارگان و نهادی و قبل از هر نوع تحمل و خویشتنداری این آثار هنرمندانه که مورد حمله و ذب و توقیف قرار خواهد گرفت. سام بهشتی، منتقد سینما، هم نوشته قدیما دم انتخابات و این روزها فضای باز سیاسی و گفتمان شکل می گرفت و مرحله توقیف و بگیر و ببند مال بعد از این ماجرا بود. الان دیگه این مدلی نیست. سردار نیروی انتظامی آخر سریال فهمیده که این قصه باعث تکدر خاطر جبهه انقلاب شده. سردار، وابده تو رو خدا. و در نهایت کاربری میگه چرا میخواهم زنده بمانم بی هیچ دلیلی توقیف میشه؟ چرا برای زحمات عوامل سازنده سریال ارزشی قائل نیستید؟ چرا سلیقه مخاطب و انتخابش بی اهمیته و هزار چرای دیگه که مثل همیشه بی جواب میمونه؟ این کاربر در انتها میگه میخواهیم نفس بکشیم، اجازه داریم؟ بریم سراغ ویدیوهایی که شما برای ما میفرستین. با هم تصاویری ببینیم از تلف شدن ده ها رست دام در پی استفاده از آب آلوده به پساب پتروشیمی مسجد سلیمان. رئیس اداره محیط زیست مسجد سلیمان گفته در حال بررسی کیفی آب مصرف شده توسط دام ها هستیم و پاسخ کالبد شکافی به زودی مشخص میشه. از طرفی پتروشیمی مسجد سلیمان هم اطلاعی داده در صورت مشخص شدن نقش پساب این شرکت در تلف شدن دام ها آماده پرداخت خسارته. ببینیم.
در حالی که روند واکسیناسیون در ایران در مقایسه با خیلی کشورها بسیار کنده و کمتر از 5% کل جمعیت ایران واکسینه شدند، گروهی از مخالفان واکسن‌های وارداتی کرونا مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند. این افراد در حالی که امکان برگزاری تجمع داشتند که مخالفان سیاسی اجازه برگزاری هیچ گونه تجمعی را ندارند. با هم صحبت‌های یکی از این شرکت کنندگان در این تجمع را بشنویم. من سال ورودی 76 ام. اون موقعی که رفتم در موقع اساتید ما میگفت بچه‌ها حلال واکسن مشکل داره، سیبه داره، سر داره. حلال کل واکسن ما قبل از انقلاب 20 سال واکسن صادر کردیم به اروپا. بهترین واکسن ما صادر می‌کردیم. کدوم حلال؟ از چی میگیرن اینا؟ یا از نجاسات یا سر و جیوه داره؟ چون حلال رو اضافه نکنن به واکسن جذب بدن نمیشه. راه‌های ارتباطی بارا هم در زیر صفحه میتونین ببینین. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو میتونین از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره زیر صفحه ارسال کنین. بریم پیش فرهناز و ادامه برنامه.